در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از آخرین وضعیت اعتراضات در آمریکا، اعلام رسمی رکود در آمریکا، ورود کمک‌های ایران برای مقابله با ویروس کرونا به ونزوئلا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 20 خرداد تعداد مبتلایان جهانی ویروس کرونا به بیش از 7,200,000 نفر افزایش پیدا کرد. تعداد جانباختگان حدود 410,000 نفر و آمار افراد بهبودی یافته هم به 3,560,000 نفر گزارش شده است. تعداد مبتلایان آمریکا به بیش از 2,026,000 نفر رسیده است. پس از این کشور برزیل و روسیه به ترتیب با حدود 711 و 485,000 مبتلا در رده دوم و سوم قرار دارند. بیشترین تعداد قربانیان کووید 19 متعلق به آمریکاست. طبق گزارش‌ها بیش از 113,000 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. در بریتانیا و برزیل به ترتیب بیش از 40 و 37,000 نفر قربانی ویروس کرونا شدند. در حال حاضر این دو کشور پس از آمریکا در رده‌های دوم و سوم بیشترین قربانیان قرار دارند. از سوی دیگر تمامی محدودیت‌های ویروس کرونا در نیوزلند لغو شده است. بیش از دو هفته است که در این کشور هیچ مورد تازه‌ای از ابتلا به کووید 19 گزارش نشده است. با این حال ورود مسافران خارجی به این کشور همچنان ممنوع است. سازمان بهداشت جهانی از کشورها درخواست کرده است که به تلاش خود برای محدود کردن ویروس کرونا ادامه دهند، چرا که این ویروس در روز یکشنبه باعث ابتلای بیش از 136,000 نفر در سراسر جهان شده که بیشترین میزان ابتلای روزانه از زمان شیوع این بیماری است. دبیر کل ناتو: چین قدرتمند توازن قوا را برهم می زند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز دوشنبه از کشورهای عضو این پیمان خواست تا همبستگی خود در زمینه سیاسی را همانند بخش نظامی قوی تر از همیشه کنند. او ضمن پرداختن به نیاز ناتو برای قوی تر کردن پیوند سیاسی از درون با هدف آمادگی برای روبرو شدن با چالش‌های دهه پیش رو اعلام کرد ظهور چین به شکلی اساسی توازن قدرت در جهان را تغییر خواهد داد. آخرین اخبار اعتراضات به مرگ جورج فلوید. با گذشت دو هفته از مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیس اعتراض به مرگ او در شهرهای آمریکا و کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد. به دنبال اعلام خروج گارد ملی آمریکا از واشنگتن و کالیفرنیا و همچنین برداشته شدن قوانین منع رفت و آمد در نیویورک، اعتراضات در این مناطق به شکل مسالمت‌آمیز برگزار می‌شود. طبق اعلام فرانس 24 در جریان اعتراضات آمریکا در مجموع بیش از 140 مورد دستگیری و حمله به گزارشگران توسط پلیس این کشور ثبت شده است. روز دوشنبه شورای شهر مینیاپولیس اعلام کرد که اداره پلیس این شهر را منحل و از نو سازماندهی می‌کند. از سوی دیگر نخستین جلسه دادگاه دریک شاون متهم به قتل جورج فلوید به شکل ویدیویی برگزار شد. دموکرات‌ها در کنگره آمریکا لایحه‌ای را ارائه دادند که در صورت تصویب تغییرات گسترده‌ای در نحوه برخورد قانونی با پلیس‌های آمریکا به وجود خواهد آمد. طبق این لایحه پیگرد قانونی بدرفتاری‌های پلیس آمریکا آسان‌تر می‌شود و فشار آوردن به گردن و سخت کردن تنفس فرد بازداشت شده توسط پلیس ممنوع می شود. در این قانون مشکلات ناشی از نژاد پرستی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سفر وزیر خارجه آلمان به اسرائیل برای گفتگو بر سر الحاق کرانه باختری. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان امروز چهارشنبه راهی اسرائیل می شود تا با مقامات دولت جدید رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کند. آلمان در ماه ژوئیه ریاست ادواری شورای اتحادیه اروپا و همچنین شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده می‌گیرد. این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا در صورتی که رژیم صهیونیستی به الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی اقدام کند، تحریم‌های علیه این رژیم وضع کند. حماس روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد بیت المقدس پایتخت کشور فلسطین باقی خواهد ماند و هیچ نیرویی روی زمین نمیتواند هویت، مکان و تاریخ آن را تغییر دهد. آمریکا رسما وارد رکود شد.
طبق اعلام دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا، کسادی اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا در آمریکا رسماً به رکود تبدیل شده است. اقتصاد آمریکا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا به مدت 10 سال شاهد رشد بود که این روند به وسیله کووید 19 متوقف شد. اقتصاد این کشور در 3 ماهه اول سال 2020 5% کوچکتر شده بود. در ماه‌های مارس و آوریل نیز حدود 22 میلیون شغل در این کشور تحت تأثیر شیوع کرونا متوقف شدند. ورود کمک‌های ایران برای مقابله با ویروس کرونا به ونزوئلا. دولت ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد یک پرواز شامل کمک‌های بشردوستانه ایران برای مقابله با ویروس کرونا وارد این کشور شده است. این هواپیما حامل تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از جمله کیت‌های تشخیص ویروس کرونا بوده است.